سلام و درود بینندگان گیرامی امروز ششم فبرالی سال 2024 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی اینک اینه خبرهای مهمی تاجیکستان را پیگیری خواهیم کرد با ما بمانید. 85 درصدی تاجیکستانی ها مقابل تخریب چایخانه راحت بازداشتی دیرکتر با مساحب سیپرکام بازداشت گروه که به انتقال غیرقانی مواد مخدیر متهم می شوند نتیجه یک نظرپرسی در گروه فیسبوکی اخبار برای افکار یکی از فاولترین گروه های فیسبوکی در بین تاجیکستانی ها معین کرد که 85 درصد رای دهنده ها خواهانی تخریب نکردن چایخانه راحت در شهر دوشنبه می باشند. تا نشر این خبر در این نظرسنجی که 400 نفر اشتراک کرده است 375 نفر آنها مادیلی 85 درصد گفتند که چایخانه راحت نباید تخریب کرده شود. و همگی 53 نفری باقی مانده معادل 15 درصد از رای دهندگان گفتند که راضی هستند که چایخانه راحت تخریب کرده شود در بین کسانی که میگویند که این چایخانه مشهور پایتخت از بین برده شود صف جانبداران حکومتی امالی رحمان خیلی زیاد است و به گفته علیم شیر زمانوف آنها در این مسئله از زیرکی سیاسی کار گرفتند در رابطه با طرح تخریب چایخانه راحت که به گفته مقامات بر اساس نقشه ای اساسی یا همان گیم دوشنبه باید تخریب کرده شود واکنش های زیاد وجود دارد کار برای هم با نام حبیب میگوید این بینا برای کلی تاجیکان اصیل تاریخی و ماندگار است از پدر و بابایان ما یادگاری یگانه است و خانم سنیفه ادریس هم تاکید کرد که راست نباید از بین برده شود همزمان مرتضی مرادوف هم تاکید مراد کرده میگوید چایخانه راحت یک صحیفه تاریخی ملت است هم مجموعه تاریخی با چایخانه راحت چندین بزرگان ملت علاقمندند از جمله میرزا ترسونزاده، لایق شیرعلی گل نظر محمد جانف و ده ها و صد های دیگر چایخانه راحت با رشد دوشنبه با نام دوشنبه سخت علاقمند است آنها ردیف همدیگرند فقط دشمن خلق تاجیک و تاریخ و تمدن آن می توانند این چوی خانه را ویران کنند هزارها تاجیکستانی خاطره از راحت دارد آن باید همچون بینای تاریخی حفظ شود این چون عبدالله اومریان گفته که هیچ یک بینای نو با شکوه و حشمت نو جای راحت را گرفتن نمی تواند چوی خانه راحت شهادت نامه شهری دوشنبه است تاریخ است یادگاری است راحت را به حال خودش گذارید گفته می دیروز 5 فوریه سال جاری رئیس کمیته ساختمان و معماری کشور نظام میرزازاده در نشستی مطبوعاتی نهادش از تخریب چایخانه راحت پشتیبانی کرده گفته بود که اگر ما یک چایخانه دیگر با نام چایخانه راحت سازیم با همین معماری با همین نقش و نگاری میلی و از این زیبا و آزاده گردانیم چی ضرر دارد مگر خوبتر نیست بینای حکومت را با استفاده دهیم در پس منظری همان بینای چایخانه راحت چی خیر می شود؟ سخن گفتن و ایراد گرفتن آسان است لیکن دوراندش بودن لازم است. رئیس کمیته ساختمان و معماری کشور در حال از تخریب یکی از قدیمترین بناهای کشور پشتیبانی کرده است که رئیس پیشینی این کمیته محمد سعید زوایزاده 21 ایولی سال 2022 در نشست خبری گفته بود که موافق نقشه عمومی با سازی شهر دوشنبه تخریب چایخانه در نظر نیست. باید گفت بحث ویران کردن یا ماندن چایخانه راحت که سال 1958 ساخته شده است حداقل 7 سال باز ادامه دارد. و مقامات تا حال تاریخ مشخصی تخریب آن را اعلان نمی کند. تخریب آسیرای باقی مانده از زمانی تاجیکستان شوروی تا ده سالی اخیر سرعتی بیشتر کسب کرده مقامات تا حال چند بینای قدیمی دوشنبه و مثل بیناهای شهرداری وزارت کشاورزی تئاتر به نام مایاکوفسکی و کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان را ویران کردند در پای از نو ساختن بینای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شده است اما قسمت اساسی آن هنوز باقی مانده است و با احتمال زیاد تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی نیز در آینده تخریب می شود این چنین چند پیش در شهر دوشنبه کوچاندنی یادگاری معماری معروف به نام تنکه با باغ غلبه آغاز یافت با گفته تحلیلگران حکومت تلاش دارند که تمام آثار و نشانه های تاریخی را از شهر دوشنبه از بین برند و به این طریق ба наслҳои баъдӣ нишон диҳанд ки бунёдгузори душанбеи навин эмомалӣ раҳмон аст агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон 5 феврали соли ҷорӣ аз боздошти директори ширкати сипарком саторов ва сармуосиби ин ширкат муминов хабар дод ин ниҳод мегӯяд ки раҳбарони ин ширкати хонасозӣ бо роҳи сохтакорӣ ва нодуруст нишон додани маълумоти кориашон аз супоридани андози давлатӣ сарпечӣ карда даромади муфтро ба фоидаи шахсияшон масраф карданд чунончи номбурдагон аз 1 апрели соли 2021 то 1 сентябри соли 2023 бар хилофи талаботҳои кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон амал карда бо мақсади саркашӣ намудан аз пардохти андозҳо манбаи андозбандишавандаро пинҳон намуда дар ин замина бо роҳи пешниҳод кардани декларатсияҳои носаҳеҳ ба нозироти андози ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ҷамъ ба маблағи 8 млн87791 сомонӣ ва бо назардошти ҷаримаву фоизҳо маблағи 1с млн89 927 сомонӣ аз пардохти андозҳои давлатӣ саркашӣ намуданд ки дар натиҷа бо ин кирдорҳои қасдонаашон ба давлат зарари моддӣ ба миқдори махсусан калон расонданд омадааст дар хабари агентӣ бино ба иттилои агентии зидди фасод бар зидди саторов ва муъминов бо моддаи 292 қисми ду банди беи кодекси ҷиноятии ҷумҳуриитоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз шуда тафтишоти парванда идома дорад ин моддаи қонуни ҷиноии кишвар барои муттаҳам аз تا 105 هزار جریمه و زندانی شدن و مهلت از 5 تا 8 سال با محروم ساختن از حقوق اشغال منصب ها یا مشغول شدن با فعالیت معین به همین اندازه جزا پیش بینی کرده است اما یک تحقیق از ذاتیوی نشان داد که جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیپرکام از 1 یولی سال 2010 در کمیته اندازی تاجیکستان ثبت نام شده است در اسناد رسمی مؤسسی این شرکت خوجیف دلیر فاروخویچ و دیرکتریون نیازف حیدرالی سفرویچ گفته می شود. حیدرالی پسری سابق وزیر انرگیتکای توجیکستان سفر نیازف است. بنامی او همچنین چند خانه دیگر در ناحیه اسمایلی سامانه شهر دوشنبه کوچه های بخارا چیل ورزاب بیشتیگ و ورزاب نو سبتی نام شده است. حالا معلوم نیست که دیرکتری اساسی شرکت سیپرکام سطروف است که حالا شده است و تا худи ниязов файдаралӣ ҳамчун директори асосӣ боқӣ мондааст имрӯз 6- феврали соли 2024 вазорати корҳои дохилии тоҷикистон аз боздошти гурӯҳе хабар додааст ки ба интиқоли ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҳаҷми беш аз 200 кг муттаҳам мешаванд ба қавли расонаҳо дар вақти пайгирии раванди боздошти аъзои ин гурӯҳ аз мошини иззатзода умар ҳурматулло як туфангча бо ду тирдон ва дар маҷмӯъ 7афтодду тир низ дарёфт ва мусодира шудааст вазорати корҳои дохилӣ умар иззатзодаи снӯсоларо дар ин гузориш ба он муттаҳам мекунад ки вай дар ҳамкорӣ бо бархи қочоқбарони маводи мухаддири афғонистон маводи мухаддирро ба тоҷикистон интиқол дода آنها را طریق پیام رسانهای های شبکه اجتماعی در داخل کشور پهن می کرده است. در این گزارش تاکید شده است که عمر ایزد زده زده نوحیه فرخاری ویرایت خطلان است و در همکاری با دوستانش از افغانستان مواد نشعدار را با راه های غیرقانی به با توجکستان وارد کرده سپس با دیگر اعضای گروه آن را در بین مردم پهن می کردن. وزارت کارای داخلی تاجیکستان در حال از بازداشت این گروه خبر داده است که ماهی انور امومالی رحمان در جلسه شروع امنیت همه رهبران مقامات قدرتی و انتظامی ویرایت خطلان را به انجام جنایت های مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر متهم کرده از وظیفه برکنار کرده بود گفته می شود نگاه بین حفاظت و نظارت سرحدات دولتی کشور به عهده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با رهبری سیمومین یتیموف است سیمومین یتیموف زاده ناحیه فرخوری ویرایت خطلان میباشد вазорати корҳои дохилии тоҷикистон мегӯянд ки ин қочоқбарону паҳнкунандаҳои маводи мухаддир ки дар ҳафтаи аввали моҳи январи соли ҷорӣ боздошт шуданд маводи мухаддирро аз афғонистон ба ноҳияи фархор ва сипас ба ноҳияи данғара интиқол дода баъд аз он дар дигар минтақаҳои кишвар паҳн мекарданд инҷо расидем ба поёни хабарҳоимрӯза бинандагони азиз метавонед шарҳи муфассалу ахбори бештарро аз сомона ва шабакаи телеграми адотv пайгирӣ ва мутолеа кунед آبونش در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاکی از داتی فرموش نسازید خیلی تا دیدار. خدا نگهدار.